دیسکویی داره اونجوری؟ نه هیچ نداره، عربستان خیلی بدتره. شلاق میزنه وسط خیابون، اعدام میکنه، زنان همه برقه دارن اینا و هیچ مشکلی هم دنیا باش نداره. بحث بر سر اونجاست که جمهوری اسلامی یک واژه‌ای رو ابتدای انقلاب گفت و این عملیاتی کرد، استقلال. این استقلال که امروز صحبت میکنیم لوس شده. الان مثلا تو جامعه بگیم آقا ما استقلال داریم، میگه چرت و پرت نگو. این بخاطر اینکه لوس شده این واژه و طیف موسوم به انقلابی نتونست واقعا اینو به جامعه برسونه که آقا این واژه خیلی مهمه. نه این واژه اصلا مهم نیست، این واژه خیلی خطرناکه. تو دنیای الان که زندگی میکنیم که همه کشورها دارن با هم همکاری میکنن، همه کشورها به کمک کشوری که دارن پیشرفت میکنن با به کمک همدیگه احتیاج دارن، ما تو دنیایی وجود داریم که هر کشوری بخواد تنهایی رشد بکنه عقب مونده. این حرف، این استقلال، استقلال نمیدونم این بهونه پروتکشنیزمه. پروتکشنیزم به فارسی چی میشه؟ میشه حمایت گرایی فکر کنم. این خیلی چیز خطرناکه. این هم به همین دلیله که خیلی کشورها از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تجاری، از لحاظ امنیتی عقب افتادن، بخاطر اینکه فهم گفتن ما به کمک های کشور دیگه احتیاج نداریم، ما خودمون تنها میتونیم همه کارا رو انجام بدیم. حتی ببینید تو یه کشوری به اون گندگی مثل چین هم که یه مدت اینجوری فکر میکرد که اگه یه کشور میتونست اینطوری تنهایی همه کار خودش بکنه چین بود، برای اینکه این همه جغرافیا داره، این همه آدم داره. حتی اون کشور چین هم این فلسفه‌شو عوض کرده که این طرز فکر اصلا اشتباهه. به دوست و به تنهاییش کاری رو نمیشه کرد. استقلال حرف چرتیه. چرا؟ دقیقاً پویا درست میگه. استقلال یعنی کره شمالی. دقیقاً. لوس شده چون مردم حال حاضر هیچی از تاریخ 200 سال گذشته نمیدونه. یک بخشش گردن جمهوری اسلامی، یک بخشش هم گردن جمهوری اسلامی نیست. اونجایی نیست. اون بابت هزاران رسانه ایست که بالاخره از زمان رضا شاه مغز ملت ما رو دارن شستشون میدن. اونجایی که گردن جمهوری اسلامیه بابت اینه که جمهوری اسلامی در مدارس خودش فقط چسبید به امام زمان و امام حسین و اینا رو باید میپرداخت، ولی فقط چسبید به اینا. از دست این همسایه‌مون امروز اگه بذاره ما کار انجام بدیم همینجا. من فکر کردم خونه امید دانا میگفت خونهش چوبی نیست، این چجوری صدای همسایش داره میاد؟ اگه سیمان بود که صدا اینجوری نمیومد. چجوری داره میزنه روز یک شنبه؟ دمت گرم. و... این چوبه میگفت خونهش چوبی نیست، میگفت مسیح علی نجات خونهش چوبیه، این چجوری خونهش؟ اینا رو باید میپرداخت، ولی فقط چسبید به اینا. آره بابا این دیوارا چوبیه امید. تو گفتی که مسیح علی نجات بدبخته که خونش سیمان خونش چوبیه. مردم کشورهای همه کشورهای کمه کسایی که تو خونه چوبی زندگی میکنن بدبختن، کسایی که دیوارشون سیمانیه خوشبختن. خب این چجوری داره میاد همسایه داره میزنه میشنوی اینجوری؟ نگاه کن از دست این همسایه همونه. ای سوزانا ممبر شد. مرسی سوزانا. تانکی سوزانا. امروز اگه بذاره ما کار انجام بدیم همینجوری داره میزنه روز یک شنبه. دمت گرم. و این بخش گردن جمهوری اسلامیه چون نیومده تاریخ 200 سال گذشته رو بیان کنه که بعد میگه آقا جان چه حقارتی ما تو دوران قاجار داشتیم، چه حقارتی در دوران رضا شاه و محمد رضا شاه در ارتباط و تعامل با خارجی داشتیم، انقدر حقارت داشتیم که رضا شاه رو به اون شکل فاجعه آمیز میبرن. مستشاران آمریکایی هم غلطی میخواستن تو ایران میکردن. حالا اونایی که میگن کاپیتالیست اینا، نه به اون شکل، اونجوری هم دیگه پیازداغش رو نمیخوایم زیاد کنیم. ولی ببینید واقعا من اونی که حالا تو سریالا میگن سرباز آمریکایی میومد با دختر ایرانی میخوابید کاریش نمیکرد، نه به اون شوری ولی نه به این بی‌نمکی که براندازان میگن. مثلا همین که مستشاران آمریکایی میومدن در کارخونه برای ما راه مینداختن، ولی اصلا فقط ایرانیایی که به کار میگرفتن در حد پادویی به کار میگرفتن و نمیذاشتن کارو یاد بگیرن، اینا خب فاجعه آمیزه. جمهوری اسلامی یک واقعا واژه‌ای رو عملیاتی کرده، یک سری واژه‌ها رو عملیاتی نکرده. مثلا جمهوری اسلامی اعتقاد داشت که باید ثبات اقتصادی داشته باشه، به هزاران دلیل نتونسته، به هزاران دلیل. یک بخشی از دلایل عوامل خارجی است، یک بخشی هم عوامل داخلی است که بیشتر داخلی. ببینم اون عوامل خارجیش هم به خاطر چیزای داخلیشه. میگه یه سریش داخلی یه سریش خارجیه. همه خارجیاش هم به خاطر این احمقایی هم که افتادن جون مردم ایران
حکومت، یعنی تمام فشارهای خارجی هم که داره میفته سر ایران به خاطر همون کارهای داخلیش، به خاطر سیاستمدار خودشه. الان موضوع بحث ما نیست، ولی واژه استقلال واقعا عملیاتی کرد. من صحبتهای دو فرد در اپوزیسیون رو میخوام بذارم گوش کنیم، چهرهشون هم نمیخوام نشون بدم جان پر رو میشن. این فردی که صداشو که میخوام بذارم مهمان فرد دیگری است که اون فرد خانوادهش مجاهد بودن، خود این فرد هم مدتی در صدای آمریکا کار کرده، الان یه برنامه اینترنتی خودش داره. بعد یکی رو دعوت کرده، اینا شدیدن دنبال براندازی هن. سوتیایی که میده اینه که آقا اگه جمهوری اسلامی سقوط کنه تعامل ما با خارجی ها چیه؟ عیزانی که دنبال سقوط جمهوری اسلامی هستن، جمهوری اسلامی هستن و میان جمهوری اسلامی سقوط کنه، اروپا، آمریکا، کانادا با ما خیلی خوب میشن، گوش کنه. هر دوتا اپوزیسیون هم اینجا فکر کنم این آدم سوتی میده چون بعدش میخوان سوتی رو جمع کنن، ولی سوتی شما میگه ما رو هوا میگیریم. آره حالا گوش کنیم چنگتون بزنیم. اجازه بدید که بیارم گوش کنیم. سوتیه خیلی جالبه، ما اصلا همینجوری سوتی، ما رو دستیم. من دیدم خیلی موقع ها وقتی که یک کسی میگه سوتی، حرفی رو میزنن که اصلا بدون تعارف نظرشونه و هیچ مشکلی هم نداره کسی فکر کنن. من خیلی دیدم همه طرف ها، هم طرف های این هم طرف های مخالفش، هی میگن این سوتی داد، این سوتی داد. بعد نه اصلا هیچ مشکلی نداره، یعنی اینجوری نبود که مثلا یه حرفی بزنن که من نمیدونم، همه رو میگن سوتی. یعنی ببینیم حالا، ببینیم این دفعه سوتی چیه. رو دست ما هم نست، اصلا دستی نمیبینیم، دست بالا دست زیاد ها، ولی هیچ دستی دستش بالا دست رو دست نیست، باور کنید. چی شد؟ دست بالا دست خیلی پنج باری نگه کسی تونست بگه هیچ دستی رو دست چی نمیبینیم، دست بالا دست زیاد ها، ولی هیچ دستی دستش بالا دست رو دست نیست، هیچ دستی دست دست بالا دست خیلیه، ولی واقعا اینو هر کی تونست پنج بار تکرار بکنه یه جایزه داره. من نمیدونم دستی دستش دست بالای دستش دست رو دست باشه. اینو جدی دارم بهتون میگم، حالا ادامه. این مهر بود. بعد یه چیز دیگه گفتی که در مورد این که این آخونده دارن ایرانو دیگه کاملا نابود میکنن. صداش خوب میاد دوستان، خیلی صحبتش اینجا مهم. میگه خب بله، گفتی که آخونده دارن ایران رو نابود میکنن. این مهمون اون برنامه اون آقای مجاهده، حالا گوش کنید. حتی الان هوادار خانم فرای پهلویه. باره دیگه ادامه. ما باید به اینم توجه کنیم که هر روزی که از این شرارت این آخونده داره میگذره، ما باید شاید 4 یا 5 روز به دنیا تاوان پس بدیم. چجوری؟ یک مثالشو بذار من بگم. آلمان، الان آلمان یه کشوریه که دوست تمام کشورهای دنیاست، همه هم عاشق آلمانن. مرکل این بر میده اون بر میده، یه کشور اقتصادی قویه، یه کشور واقعا قویه. اما و هیتلر 20 سال شرارت به دنیا نشون داد، 75 سال از اون دوران گذشته دوستان، 75 سال گذشته، هنوز که هنوز امروز تو سال 2021 سلاحات آلمان زیر کنترله. عاشقتونم من. شما نیا که میزش افته. این هر موقع از کسی بدش بیاد بهش میگه عاشقتونم. نیا که امروز تو سال تمام میزش 21 سلاحات آلمان، تلفنش هم افتاد. عاشقتونم من شما عزیزان برانداز، عاشقتونم. خودتون دارید علنی میگید این سوتیای من واقعا دوستتون دارم، دیگه علنی انقدر وقیح شدید دارید میگید. میگی آقا جان هر روز این آخوندا باشن، حالا نگاه اینا شرارتی که دارن با دنیا میکنن، ما باید به ازای هر یک روز حداقل 5 روز تاوان بدیم به پس از براندازی به دنیا. آلمان مثال میزنه، میگه آقا 20 سال هیتلر حکومت کرده، 75 سال همین الانش آلمان داره تو اون پس میده. عاشقتونم. خیلی باحالید. خب مشکل ما هم داشتیم همینو میگفتیم. حالا شما میگی شرارت، ما میگیم مقاومت. حالا اون دیگه بحث چیزی ماست دیگه، نگاه هامونه دیگه. بذار من یه ذره دیگه بذارم بعد بهتون میگم مشکل این حرفش چیه. شما میگی آخونده دارن شرارت میکنن، ما میگیم دارن مقاومت میکنن. خب چون محمد رضا پهلوی و
رضا شاه و قاجاری که از نگاه شما شرار. خب من هم آدولف هم داشت به نظر خودش داشت مقاومت میکرد، درسته؟ خب یعنی مسداری الان یعنی خودش ببین من میتونم بیام بگم این اینجا میگه این سوتیه، خب من میتونم بیام بگم البته این سوتی نیست ها، ولی من اگه مثل امید دانال میخواستم اینو ریویو کنم، این آنالیز کنم، میتونستم بیام بگم اوی امید دانا اینجا سوتی داد، خودش داره میاد میگه شما که میگین ما مثل آلمان هستیم زمان جنگ جهانی دوم، یعنی الان حکومت آخوندیه ایران مقاومتی که داره میکنه همون مقاومتیه که نازیای آلمان داشتن میکردن به بقیه جهان زمان جنگ جهانی دوم. خب البته من نمیگم این سوتی رو دادا، ولی اگه استان اگه هر چیزی که امید دانا بهش میگه سوتی، من اگه ما اینجوری میخواستم بگم سوتیه، اینا میگم ای باریکلا میتونستم بذارم رویز باریکلا امید دانا خودتون داریم میگی، ما هم همینو داشتیم میگفتیم، باریکلا درست گفتی، باریکلا ابلیس. البته ما هم همین داشتیم میگفتیم، شما میگی مقاومت، الان هم داری میگی آره پس اینم آره، پس اگه تو داری میگی که این آقا داره درست میگه و جهان همونجوری واکنش رو نشون میده به آلمان موقعی که آلمان شکست خورد، پس معنیش اینه که تو قبول داری کاری که الان دارن آخوندا میکنن تو ایران همون کاریه که آدولف داشت میکرد به آلمان زمان جنگ در زمان جنگ جهانی دوم. البته نه من نمیگم این سوتی نبود، ولی من میگم این جوری که این به راحتی به همه چی میگه سوتی، همین کارم با خودش میشه کرد. من مشکلم البته این نیستا، مشکلم حالا شروع میشه. غلط نمیکردن تاوان پس دادن، تو دو تا جنگ جهانی ما گفتیم بی طرفیم کاری نداریم، کی با کی داره میجنگه تو خاک اروپا جنگ به من چه، بیشترین هزینه انسانی و اقتصادی شما پس دادید، حتی بیشترین تعارض به خاکمون هم ما داشتیم. خیلی جالب، کشورهای دیگه تو اروپا جنگ داشتن، بیشترین مرزی که اشغال شد از کشور ما بود. تازه اونا که به قول شما شرارت نمی‌کردن. حالا در 43 سال گذشته ما داریم مقاومت می‌کنیم. دمت گرم، این صحبت‌هاشون خیلی مهمه. دوباره گوش کنیم. دمتون من عاشقین. اصلا الان منظورش میگی نه، من منظورش میخوام بگه که بعد بگم چرا مشکل منظورش چیه. بهتونم نشون میدم دقیقا که مشکل این حرفش چیه. پوزیسیونم بگم تاوان پس بدیم. درست حرفته. ما باید یه چیز دیگه گفتی که در مورد این که این آخوندا دارن ایرانو دیگه کلا نابود میکنن. خب ما باید بذار الان من منظورش رو برشون میگم. منظورش اینه که خب ببین اینا درست دارن میگن این براندازا، خب در اینا که الان صداشون میذاره نمیخوادم اسمشونو بذاره، میگه اینا دارن درست میگن، برای این که بله وقتی که وقتی که جمهوری اسلامی بیفته سقوط کنه، مردم ایران تا سالیان سال باید جواب بدن، باید اینا این حکومت‌های غربی و اینا میان انتقام میگیرن از ایران به خاطر کاری که آخونده کردن. خب حالا این خیلی واضحه که این حرفش چرته، ولی من برای شما توضیح میدم چرا این حرفش چرته. به اینم توجه کنیم که هر روزی که از این شرارت این آخوندا داره میگذره، ما باید شاید 4 یا 5 روز به دنیا. آها قاسم مرسی که اینو گفتی. کی اینو حرف کی این حرفو زد؟ عجب. کسی داره به من به امید داره میگه، برای فوش دادن به امید داره میگه افغانی؟ یعنی شما فکر میکنین افغانی فوشه؟ نوا؟ واقعا این فوشه که میخوای بدی؟ چی کار زشتی؟ من منظور این ایناوا رو درست فهمیدم؟ ممنون قاسم که داری خیلی چقدر کار زشتی؟ این کار من آیا دارم متوجه میشم؟ درست متوجه میشم این پیغاما؟ واقعا کار زشتیه. نه واقعا خیلی کار زشته اینجوری دارید. چرا به افغانی بودن تو فکر میکنی افغانی بودن کسی توهینه؟ یعنی
تاوان پس بدیم. چجوری؟ یک مثالشو بذار من بگم. آلمان، الان آلمان یک کشوریه که دوست تمام کشورهای دنیاست، همه هم عاشق آلمانن. مرکل این بر میره اون بر میره، یک کشور اقتصادی قویه، یک کشور واقعا قویه. اما و هیتلر 20 سال شرارت به دنیا نشون داد، 75 سال از اون دوران گذشته دوستان، 75 سال گذشته، هنوز که هنوز امروز تو سال 2021 سلاحات آلمان زیر کنترله، چون اعتماد بهشون ندارن، به مرکل اعتماد ندارن، به خاطر 20 سال شرارت هیتلر در 75 سال پیش. شما من نمیدونم کی رو داره نشون میده، ولی هر کسی که داره این حرف رو میزنه، حالا نمیدونم همه کلیت حرفاش چی بوده، ولی خیلی حرف مزخرفی داره میزنه هر کسی که صداش داره پخش میشه. واقعا حرف مزخرفیه. به مرکل اعتماد ندارن؟ اصلا این از کجاش در آورده؟ اینم یه حرف مزخرفی یه نفر داره، یه برانداز داره میزنه. این امیددانا هم فکر میکنه حالا از همه حرفایی که این برانداز میزنن این مزخرف‌ترین حرفشون، امیددانا میاد اونو قبول میکنه. میادم چون قبول میکنه، ببین ها فهمیدم سوتی رو، موضوع سوتی رو چجوری استفاده میکنن. هر موقع کسایی که توی گروهایی هستن که تو باهاش مخالفی، اگه یه حرفی زدن که تو میخوای بگی آره درست گفتن، بهش میگی سوتی. آها فرمولش رو یاد گرفتم. یعنی اگه مثلا من با امیددانا خیلی مخالفم، اگه یه موقع اومد یه چیزی حرفی زد که من قبول دارم، مثلا همون اولش که یه چیزی گفت من درست گفت، اومد گفتش که مثلا این کشور دنیا حقوق بشر و مثلا حقوق بشر اصل مطلب براشون نیست، مگر نه فقط علیه ایران نبودن، علیه عربستان سعودی هم بودن، خب اون حرفش رو من قبول دارم امیددانا رو، بقیه حرفش که چرته. خب ولی من به جای اینکه بیام بگم که آه درست گفت، یه حرفی رو درست زد، برای اینکه اصلا قبولش نکنم، باید بیام بگم اه امیددانا سوتی داد، اینجا یه حرف درستی رو زد، فرمولش رو یاد گرفتم. فکر کنم اینجوریه. در 75 سال پیش شما فکرشو بکن، الان اینا 42 سال ضحاکیون به دنیا شرارت نشون دادن. آها قاسم داره میگه، صاحب صدا داره میگه آلمان هنوز داره خسارت جنگ افروزی های آدولف. من میگم آدولف، من که یوتیوب خیلی بگیم اینو دوست نداره. آدولف رو میده با اینکه با کل دنیا رابطه دوستانه داره، میدونم داره اینو میگه، من میخوام بگم این حرف اشتباهه. نه آره، و ما هم اگه میگه که ما هم اگه جمهوری اسلامی رو بندازیم باید خسارت بدیم، منم میگم که این حرف واقعا مزخرفه. الان بگم یعنی که بذارم حرفش تمام بشه که چرا مزخرفه، یه ذره دیگه بذارم حرفشون ببینین. این خسارتی که آلمان باید به بقیه، به کشورهایی که برنده شدن تو جنگ جهانی دوم، واقعا اصلا من اگه بیان تاریخش رو نگاه کنین براتون خیلی عجیب خواهد بود که چرا باید عجیب باشه که چقدر کوتاه مدت بود. یعنی چقدر زود آلمان بخشیده شد، با اینکه کشوری بود که واقعا شکست خورد. نه تنها آلمان بخشیده شد، مردم آلمان بخشیده شدن، زمانی که هنوز 25% مردم آلمان هنوز آدولف رو قبول داشتن، حدود 25% اگه درست یادم باشه، یعنی چندین سال بعد از جنگ جهانی دوم، هنوز درصد بالایی توی مردم آلمان هنوز آدولف رو قبول داشتن. اون زمان تمام کشورهایی که جنگ جهانی دوم رو بردن تصمیم گرفتن به جایی که بیان از آلمان خسارت بگیرن، دشمنگیری بکنن، بیان اقتصادشو بسازن، و نه تنها اقتصادشو بسازن، بیان بهش اسلحه بدن، برای اینکه خودش همه کارخونه ها و ایناش همش داغون شده بود که اسلحه بسازه، و به یه جایی برسوننش که خودش اسلحه بسازه دوباره سریع، و اقتصادش از واقعا برشکسته کامل رسید به بزرگترین اقتصاد الان اروپا، و ارتشش هم شده الان بزرگترین ارتش اروپا بکنم. آره به این سری تمام اون کشور رو کمک کردن که با خودش رو بازسازی کنه، با اینکه شکست خورده، با اینکه دشمن این کشور رو بوده، نظام که رفت مردم آلمان رو انتقام نگرفتن، نظام که رفت، اون نظام آدولف که رفت،
مردم آرمان الان انتقام نگرفتن، اتفاقا کمکش کردن که بتونه رو پاش وایس، الان شده یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان. تازه به یه جایی رسیده که نه تنها خودش بزرگترین ارتشو داره، اگه کسی بهش حمله کنه با اینکه بزرگترین ارتشو داره، همه این کشوری که قبلا دشمن آدالف بودن میان به کمکش و دفاعش میکنن. با اینکه خودش بزرگترین ارتش اروپا رو داره، آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، کانادا، اگه یه کسی جرأت بکنه، یه کشوری تو دنیا جرأت بکنه که جرأت نمیکنه، امکان نداره به آلمان حمله کنه، فقط آلمان رو نباید جواب پس بده. همه این کشورها میان از آلمان دفاع خواهند کرد. به اینجا رسیده آلمان. شما به این میگین انتقام؟ من موندم کی داره این حرفو میزنه؟ کی کسی که این حرفو داره امید پخش میکنه؟ این کیه آخه؟ این چه انتقامیه؟ شما نگاه کنین مردم تو دنیای پیشرفته، برخلاف ببین این رابطه مشکل فقط جمهوری اسلامی نیست، این مشکل مردم ایران هم هست. الان 1400 ساله که گذشته از زمانی که عربا اومدن ایران رو فتح کردن، هنوز که هنوزه ما چقدر عرب سیتیزی داریم سر این موضوع. من یه دوست داشتم از عربستان سعودی، یه دوست بی خدا توی کانادا از عربستان سعودی بود. بعد از چند روز که با هم رفتیم بیرون، ما دوست بودیم و اینا، تو این گروه های بی خدایی با هم آشنا شدیم، این گفت آرمین تو اولین ایرانی هستی که بعد از این مدت که من باش بودم نیومد به من بگه که شما عربا کشور من رو خراب کردی. این دوستم از عربستان سعودی من گفت حالا هر ایرانی که باش دوست شده بعد از این مدتی اینو این ایرانی ها بهش اینو گفتن. این هم گفته بابا من نبودم من از اون به دنیا نیومده بودم، چی میگی تو؟ خب یعنی سر 1400 سال پیش اتفاقی که افتاده ما عربای امروز و الان مسئول میدونیم، کاری که اصلا بهشون هیچ ربطی نداره. خب شما ژاپن رو نگاه کنین، شما فکر کنین چند درصد مردم ژاپن الان ضد آمریکایی هستن به خاطر دو تا بمب اتمی که یه نصف فقط گذشته موقعی که اتفاق افتادین. آمریکا یکی از بزرگترین جنایت‌های جنگی که کرد دو تا بمب اتم بود که تو ژاپن انداخت. یک نصف گذشته. چند درصد مردم ژاپن شما فکر می‌کنی ضد آمریکایی‌ان الان؟ ژاپن و آمریکا دو تا بهترین دوستن. الان هم آلمان و آمریکا، آلمان و انگلستان، آلمان و فرانسه، ببین چقدر گذشت. یک نسل گذشت از جنگ جهانی دوم. نظام اون موقع این کاری که کرده مردم آلمان رو مسئول اون نمیدونن. دوستن، بزرگترین دوستای کشوری هستن که با هم متحدن. استقلال نمیخوان اینا متحدن. اتحادشون قدرتشون رو برده بالا. استقلال ایران قدرتش رو چقدر آورده پایین؟ اتحاد این کشورها چقدر قدرتشون رو برده بالا. کاوه میگه آرمین جان این شخصی که اووردی اصلا ارزش صحبت کردن نداره. نه کاوه، تو ارزش صحبت کردن نداری، برای اینکه حالیت نیست که این شخص چقدر تاثیر داره. تو نمیفهمی، شما چیزی رو که دوست ندارید میگین ارزش صحبت کردن نداره، چون تنفرتون کورتون کرده. کاوه جان نه، این شخص هر چقدر اختلاف نظر داریم باهاش تأثیر زیادی داره و شما نمیفهمید و چون تنفر دارید میخواین یه چیزی رو که تنفر دارین بگین ضعیفه. با جمهوری اسلامی هم همین کار کردین که این همه 40 سال عقب افتادین، میگی براندازی سال دیگه حتما، برای اینکه آخوندها رو دست کم گرفتین. یه چیزی رو که تنفر دارین ازش دست کم میگیرید، همیشه همینطوری بوده.